دهای رحمان آباد، انبوه زیادی مردم و استقبال خاص مردم کوهستان این دفعه مهمان این دهای نابنیاد نمایندگان دولت کویت شدند. ساکنان دهای رحمان آباد نهای شغنان مهمانان را با دف و دایره استقبال گرفتند. این گروهی کاری که نمایندگان جمعیت الهلال احمر دولت کویت می باشند برای مردم ضرر دیده ولایت مختار کوهستان و بدخشان کمک مادی آوردند. گروه کوری از رهبر کمیته جمعیت الهلال احمر تاجیکستان بهادر قربانیان، سردار شعبه ستاد دولت های فوق‌العاده جمعیت الهلال احمر تاجیکستان شهرت سنگوف، نمایندگان جمعیت الهلال احمر دولت کویت مینحل علی نیزی، ناصر علی نیزی و قصب عبداللطیف عبدالکریم عبارت بود. در دهای رحمان آباد آنها را رئیس نهای شغنان گیوزاده عزیز قادر و کاتب جمعیت الهلال احمر تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیگل محمدامینوا همراهی کردند. زمین ملاقات با مردم رئیس نهای شغنان گیوزاده عزیز قادر قید داشت که مردم بدخشان بخصوص ساکنان نهای شغنان از غمخوری و دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و بخصوص سرور دولت و تشکیلات های بین المللی منتدار می باشند. او افزود که با سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای 82 خانواده در نتیجه آفت طبیعی به سرپناه مانده در مدت 2 ماه خانه های نو استقامتی با دسترسی همگونه جهاز خانه و مال و کالای نیز اول بنیاد و تامین گردید. این است که امروز هم مردم اینجا از دولت و خیریه حکومت و تشکیلات های بین المللی در کنار نماندند. بهادر قربانیان رهبر جمعیت الهلال احمر تاجیکستان نیز با مردم ملاقات داشت و آن را قید داشت که در دایره همکاری های بین المللی جمعیت الهلال احمر دولت کویت ضرور دانست که این مردم ضرر دیده را با مال و کالای روزگار تأمین نماید. از این رو نمایندگان این دولت و همچنین نمایندگان جمعیت الهلال احمر تاجیکستان امروز در دسترس کنی این مواد اشتراک میکنند. برای یک اویله ضرر دیده 3 خلطه انگشت، یک عدد پیچکه، فانوس، ظرف پلاستیکی، ستیل، بالاپوش، کمپال، مدرس، بولیشت، رخت خواب، تجهیزات ساختمانی، حالات مهنت، بسته گیگینی، مواد آشخانه، یک خلطه آرد، بسته خوراکه و روغن توفه کرده شد. در عموم خانواده هایی که از دسترسی چنین مواد های کمک شده برخوردار می باشند در ولایت مختار کوهستان بدخشان 900 عدد می باشند. در دهای رحمان آباد نهای شغنان نمایندگان جمعیت الهلال احمر دولت کویت مواد کمک کرده شده را خودشان برای ضرر دیدگان تقدیم نمودند. بندشه بهادر قربانیان رهبر جمعیت الهلال احمر تاجیکستان، کمیته الهلال احمر برای ضرر دیدگان آفت طبیعی شغنان و وادی برتنگ نهای روشان سر وقت مواد لازمه را دسترس کرد و این دفعه نیز با جلب همه کارمندان این جمعیت در بدخشان و رضاکاران آن مواد کمک گردیده به ضرر دیدگان رسانیده شد. امروز جمعیت الهلال احمر تاجیکستان مرحله یکمی تقسیمات کمک های بشررسانه جمعیت الهلال احمر دولت کویت رو طبق دستور حکومت جمهوری تاجیکستان در نایه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز نمود. پیشنهاد دسترس نمودن کمک ها به ولایت مختار کوهستان بدخشان از 3 مرحله عبارت بود که علاقه هر 3 مرحله ها از طرف جمعیت الهلال احمر تاجیکستان با جایهای مخصوصی ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله و انبارهای مخصوص کرده شده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحیه روشون و بخش جمعیت الهلال احمر تاجیکستان در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر کرده شدند و تنها طرف ها من در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و نوحیه های دختدار ولایت تقسیمات کمک ها آغاز کرده شد و بعد تقسیمات در نواحی شغنان نیز تقسیمات که این کمک ها در دیگر نواحی ها از جمله نواحی مرغاب، روشان، اشکاشیم، شهر خاروق و دیگر محل های مقصدناک که این کمک ها با آنها نگرانده شده است تقسیم کرده می شود. برای از ما البته از خود دولت کویت خصوصا از جمعیت الهلال احمر دولت کویت سوی سپاس می نماییم که برای نیازمندان جمهوری تاجیکستان از جمله برای طبقه که بر اثر آفات طبیعی در جمهوری تاجیکستان خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان ضرر دیده بودند روان ساختن کمک های بسرتون دستگیری نمودند سوی سپاس می نماییم. شتابی که از مقصد ماهیت خود
پیشنهاد کمک ها برمی آید. این کمک ها برای اویله هایی که از نتیجه افت طبیعی در ولایت مقتدر کشان بدشان در سال 2016 و اول سال 2017 از بر اثر افت های گوناگون افت طبیعی ضرر دیده بودند روانه شده است. منحل علی نیزی نماینده جمعیت لول احمر دولت کووید ابراز داشت که این کمک آخرین نیست و در دایره همکاری های دو جانبه تاجیکستان و کووید باز هم جمعیت لول احمر دولت کووید آماده است برای ساکنان اینجا کمک مادی رساند. پس از ملاقات با مردم، نمایندگان کووید از خانه های نوبنیان دهه رحمان آباد دیدن کردند. ضمن بازدید از مهلت بنیادشوی و طرز کار پرسان شدند. رئیس نایب شغنان ماهیت دست جمعانه بنیاد شدن این خانه های نوبنیان را برای مهمانان فهماند و منحل علی نیزی نماینده جمعیت الهلال احمر دولت کووید برای چنین مهنت دست جمعانه بهای بلند داد و افزود که جمعیت آنها آماده است برای بنیاد و به استفاده دادن 100 عدد خانه دیگر کمک رساند. اما همه گونه کارها توسط هلال احمر تاجیکستان براه مانده می شوند. مهمانان پس از بازدید از دهه رحمان آباد روح سمت شهر دوشنبه را پیش گرفتند. نمایندگان جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ولایت مقتدر کوهستان بدخشان برای زیارت دیدگان مال و کالا را تقسیم نمودند و همچنین در طول چند روز دیگر برای حدود 800 خانواده دیگر در ولایت مقتدر کوهستان بدخشان این کمک را تقسیم خواهند کرد.